نام خدا به فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید تلاش ها برای پیشرفت گفتگوها با طالبان، برای برداشتن دشواری های روند صلح چی کارهایی شده است؟ کار پروسی صلح آغاز میشه و یکی از صلح تشکیل میشه. این شخصیت های جمعیت که طرف اصلی قدرت چند شب پیشتر با جناب آقای دوستم و جناب آقای محقق صحبت های داشتیم. و پایان کار مشعل مجسمه آزادی در امریکا. در حالی که زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات متحده عرب و دیگر کشورها به پایان رسانیده است و قرار است آقای خلیلزاد دور دوم دیدارهایش را به کابل نیز آغاز کند، شورای عالی صلح میگوید که روند گفتگوهای صلح با طالبان در یک مرحله حساس رسیده است و سیاستگران و کشورهای منطقه و جهان میخواهد که تلاشهایشان را برای تامین صلح در افغانستان بیشتر سازند. اما رئیس مجلس نمایندگان میگوید که صلح با تضارب به دست نمیآید و حکومت باید از فشارهای نظامی برای برقراری صلح کار گیرد. همچنان در روزهای اخیر رئیس جمهور با شمار از رهبران جهادی و چهره های پرنفوذ درباره چگونگی گفتگوهای صلح دیدارهای داشته است. ظاهرا محور این دیدارها رایزنی درباره ایجاد یک هیئت ملی گفتگوهای صلح بوده است. ولی پرسش این است که آیا گام های جاری برای رسیدن به صلح نتیجه خواهد داد و نیز امریکا روند صلح افغانستان را چگونه دنبال می کند؟ مهمانان من در این بحث آقای احمد ضیا رفعت منتقد سیاسی و آقای اجمل بلوچزاده آگاه سیاسی هستند. مهمانان عزیز، در سلام بر شما سپاسگزاری میکنم از حضورتان در طلوع نیوز. آقای رفعت، بحث با شما آغاز میکنیم. آقای رفعت، ظاهرا رایزنی در مورد ایجاد هیئت ملی گفتگوهای صلح چگونه یک گام است و همین طرح را شما چگونه برزیابی میگیرید؟ با درود، اگر منظور این باشد که وقتی ما یک هسته را میخواییم در افغانستان ایجاد کنیم برای پیش برد صلح، نخستین پرسش مطرح میشه که این گروه موثر خواهد بود یا نه. اما پیش از اینکه به این پاسخ به این پرسش بپردازیم، خوب است بگوییم که ما چی کنیم که گفتگوهای صلح به نتیجه برسه. برای همچون کار ما نخست باید سه سطر مطرح بکنیم تا آن چیزی که شما میگوین اون آن مسئله در سطح سوم قرار میگیره. سطح نخست این است که برای موثریت روند رسیدن به صلح، ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقه وارد گفتگوی سازنده شود. تاکید میکنم گفتگوی سازنده. گفتگوی سازنده به این معنا که کشورهای همسایه افغانستان که از مسئله رشد داعش و طالب و ادامه جنگ نگران هستند، ایالات متحده آمریکا و کشورهای همسایه و منطقه چگونه میتوانند که به صورت صادقانه در کنار هم قرار بگیرند و به همدیگر به گونه برخورد کنند که اعتماد سازی بشه. در نتیجه اعتماد سازی اینها برای سرکوب تروریسم و داعش عمل بکنه. این سطح نخست است. اگر این گره باشه، حالا نوبت میرسه با باز شدن گره دوم. کان آسان خواهد بود اگر این گره نخست باشه. گره دوم این است که دولت افغانستان با دولت پاکستان وارد گفتگو بشه، یعنی گفتگوی دو دولت. این دو کشور شاید خوب باشه که در حضور یک ناظر بین المللی گفتگو کنند تا سوء تفاهم هایی که بین هر دو کشور وجود داره اینها رفع بشه. اگر این گره دومی باشد که در نتیجه گشایش گره نخست باز خواهد شد، میرسیم به این پرسشی که شما مطرح کرده، گره سوم. گره سوم این گره هست که درون افغانستانی هست. خب، حالا با توجه به چگونگی پیشرفت در روند صلح، آقای رفعت چگونه گامی است، یعنی ایجاد هیئت ملی گفتگوی صلح که سوی حکومت روش فکر میشه، در این شرایط ضرورت است و مسئولیت میتونه داشته باشه؟ ما هر گروهی که درست کنه، هر روشی که به کار ببریم، شاید به صلح نرسیم اگر این منحصر بشه به درون افغانستانی. به این معنا که بسیار میشنویم که صلح وقتی نتیجه میده که مذاکره بین الافغانی بشه. اما وقتی میگین مذاکره بین الافغانی بشه، تازه وقتی این نکته رو مطرح میکنه که ریشه جنگ در خارج از افغانستان هست، پس این مذاکره بین الافغانی
اصلا چی معنا و منطقی پیدا میکنه. سپاس. بنابراین اینجاست که ما میگیم اول باید گریگوشایی در جاهای دیگر صورت بگیره که تا بعد برسیم به این که در داخل افغانستان چی ساز و کار ایجاد کنیم برای پیشبرد گفتگوهای درون افغانستان. سپاسگزارم آقای رفعت. آقای بلوچزاده سلام بر شما. آقای بلوچزاده، حالا انوار انتقاد این بود که در داخل خود افغانستان یعنی روی چگونگی رسیدن به صلح یک اجماع وجود نداره. گام را حکومت یا تصمیم را حکومت رویش فکر میکنه میتونه بر حل این مشکل مسیریت داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب استاد رفعت. سلام به شما و بینده های عزیز تلویزیون شما. در رابطه با صلح افغانستان اولا باید در رابطه با جنگ افغانستان پرداخت. گفتگوهای صلح به ابتکار آقای زلمه خلیزاد آغاز شد و ضرب الاجل 6 ماه تا 1 سال داده شده که صلح در افغانستان تأمین میشه و در نهایت گفتگوها و مذاکرات با طالبان آغاز میشه. اما ما کشور در حال جنگ هستیم و عملا میبینیم که طالبان در ولایت ها و در ولسوالی های مختلف تحرکاتشان را ادامه دادن، دست از جنگ بر نداشتن، هرچند با رهبران، هرچند با بزرگان از اینها نشست و ملاقات های هم صورت گرفت. خوب بود که در چنین شرایط، خوب بود که در این وضعیت، قبل از این که ما بالای یک اجماع توافق میکردیم، قبل از این که ما به همسویی جریان های سیاسی در رابطه با صلح به یک تفاهم می رسیدیم، قطع جنگ بسش مطرح می کردیم و یک آتش بس نسبی را که رئیس جمهور در دوید مطرح کرد، ولی متاسفانه که نتیجه و کارایی نداد. ولی فعلا چگونه گامی از این موضوع؟ حالا می خواهیم بگویم که اگر آجندای خلیزاد در نشست ها و در گفتگوهایش با طالبان و بالاخره با کشورهایی که استاد رفعت از اونها یاد کرد در گام نخستی می بود که یک آتش بس نسبی به وجود بیاید، در فضای بدور از جنگ، در فضای بدور از خشونت به مذاکرات و صحبت‌هایشان آغاز می‌کردند. این ادامه جنگ و این وضعیت جنگ بخوایم نخواهیم بالای نیروهای امنیتی ما تاثیرات خود خواهد داشت، بخوایم نخواهیم جنگ فرسایشی می‌سازه و در وضعیت نامعلوم که اصل در افغانستان محصول در افغانستان در داخل خود کشور. بله. همزمان در کنار شورای عالی صلح آقای بلوچزاده اگر امین هیئت شکل بگیره امین کارشان چی فایده میتونه داشته باشه؟ در رابطه با صلح در افغانستان و مشاورینی را که یا کمیته قرار است در رابطه با صلح و اجماع واحد در مسئله صلح افغانستان به وجود بیاید، امروز رئیس جمهور هم با گروه از زنان دیده، همراه جوانان دیده و بالاخره با سیاسیون کشور در بخش‌های مختلف ملاقات کرده، باز هم تفاوت در کار نخواهد بود. ما یک شورای عالی صلح داشتیم، مجموعه نخبگان، مجموعه بزرگان ما در شورای عالی صلح تشریف داشتند، حضور داشتند، ولی دیدیم که صلح در افغانستان تامین نشد و هرچند ما مصاحبه‌های نماینده های شورای عالی صلح در میزا وقتی که تعقیب میکنیم مشنایم اونها میگن ما پالیسی میسازیم و کار اجرایی نداریم، بالاخره یک نظر است میتیم و در کنفرانس که در روسیه یا نشست که در روسیه برگزار شد گفتن ما اصلا آگاهی نداشتیم، بعد گفتن که آقای خلیزاد آمده میگه از برنامه های از اینا خبر نداریم. این صلح یک صلح پنهانی است، این صلح یک صلح است که بین 3-4 نفر خواهد بود و از آجندا و از برنامه‌هایش خبر همون 3 فرد یا 3 شخص خواهد داشت. مثل گذشته دوباره پس اینها در حاشیه خواهد بودن، ولی فقط نکته را جمع میکنم به این که این صلح یک مشروع، این اجماعی که شکل میگیره یک مشروعیت بخشی است به خاطر آوردن طالبان و به خاطر این که طالبان جزء سیستم شد. آیا میشه نمیشه روزم یک سوالی بزرگ مردم از شما خیر رفعت، با توجه به شتابی که در سیاست های آمریکا در مورد روند صلح افغانستان گهگاهی ازش سخنرانی میشه، باور دارین که یعنی شاید دمون یک مرحله دو مرحله را که شما روش تاکید کردین پیش رفته و امروز ضرورت بوده که در داخل خود افغانستان چنین تصمیم گیری های رویش فکر شد و کار صورت بگیره؟ در سطح گفتگوی ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقه باید بگیم که با بعضی از کشورهای منطقه صحبت های شده، اما با کشورهای عمده مثل روسیه، چین و ایران باید گفتگوهای همه جانبی صورت بگیره و توافق روشن در مورد اینکه این کشورها میخواهند که تروریسم در افغانستان مهار کنند مشخص بشه، که هنوز ما به چون دریافتی نرسیدیم. ولی این که در مورد پاکستان چگونه بوده این راهبرد و چه نتیجه داشت آقای رفعت، پاسخ این پرسش از شما تا لحظات بعد خواهیم داشت. بیننده فراخبرم پس از میان برنامه باشید. با
بازم خوش آمدید آقای رفعت. بفرمایید بگوین که در مورد پاکستان مشخص تا چی اندازه یعنی استراتژی و پیشرفته و پاکستان در مرحله از کمکاری بکنه با افغانستان؟ بله، اگر این فرضیه را مطرح کنین که خب امریکا با ایران و با روسیه و چین میخواد که وارد گفتگوی سازنده بشه و اینا سوی تفاهم هاشون رفعشو توافق کلی کردن برای مهار تروریسم، آنگاه نوبت افغانستان و پاکستان میرسه. در این صورت همین کشورهای منطقه و نماینده سازمان ملل میتونن اینها هم مداخله کنن در مذاکره میان دولت‌های افغانستان و پاکستان. دولت‌های افغانستان و پاکستان فعلا به کدام مرحله رسیده میگفتم؟ ما به این مرحله نرسیدیم، یعنی افغانستان و پاکستان هنوز هیچ گفتگوی سازنده‌ای نداشتن. ولی گامایی که پاکستان برداشته چگونه بوده؟ مثلا رهایی چند تن از طالبان از زندان این کشور. اینها کافی نیست، ولی یک چیز دیگر رو هم فراموش کنید. همیشه در گفتمان‌هایی که در افغانستان مطرح است، تصور کاذبی در افغانستان ایجاد کردن که گویا همه مشکل‌ها از جانب پاکستان است نسبت به مسئله افغانستان، در حالی که افغانستان هم برای پاکستان در سر ساز بوده همیشه از تاریخ تأسیس پاکستان تا حالا. ما میگوییم که دولت‌های افغانستان و پاکستان هم وارد گفتگوی سازنده بشن. وقتی من صحبت از گفتگوی سازنده میکنم، به این معنا که همه موردهایی که هر دو کشور در آن زمینه‌ها تفاوت و اختلاف نظر شدید دارند چی هست آنها و اینها چگونه میتونن به توافق برسن. سپاس آقای رفعت. آقای بلوچزاده، حالا در طرف حکومت افغانستان جنگ هم به پیش میبره و دغدغه‌های به تعویق رفتن انتخابات ریاست جمهوری بلند میشه و دور دوم سفرهای خلیلزاد هم صورت میگیره در منطقه و همچنان در افغانستان قرار است صورت بگیره، اینا چقدر نشان میده که یعنی آیست آیست مرحله صلح به پیش رفته و همون دشواری‌های این روند هم برداشته شده در بخش‌های ما؟ در یک منطقه بسیار پیچیده هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ روابط ما با کشورها قرار داریم. آمدن آقای خلیلزاد یک شبه تمام مسائل حل نمیکنه. یک جنجال ها و کشمکش های تاریخی با کشورهای همسایه تقریبا پیدا کردیم. با اون لحاظ توقع به این نباشه که در یک سال یا در شش ماه صلح در افغانستان تامین میشه. ما یک نکته را میخوایم واضح بگویم که مبادا آمدن آقای خلیلزاد و تسریع بخشیدن پروسه صلح کمک و همکاری باشه به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ در امریکا، هیچ ربطی به مردم افغانستان نداشته باشه، هیچ ربطی به تامین صلح در افغانستان نداشته باشه و در نهایتش هم ما باز هم منتظر یعنی شما در اراده امریکا شک دارین؟ شک نیست، ولی بحث خروج قوت ها مطرح شده. ایالات متحده امریکا بحثشانی است که با آوردن طالبان و تامین صلح در افغانستان قوتاش کاهش میته و آقای ترامپ سیاستش همی خواهد بود که در انتخابات 2020 بحث خروج قوتا را از افغانستان کامیاب و موفقانه با یک صلح نگیره مطرح. با من عجله هم که شما روش تاکید میکنین در سیاست امریکا، آقای بلوچزاده باور دارین که یعنی برنامه‌ریزی قسم شده که نتیجه بده در آخر کار یا خیر؟ من فکر نکنم. ایران، پاکستان، جمع روسیه با توجه به این که همه از اینا خوش دارن که افغانستان یک منطقه امن شوه و افغانستان تهدید نباشه از این به بعد به سرحداتشان و بالاخره به کشورهای این به سرحدات این کشورها، اما در این زمان محتاط هم باشیم که سیاست ها و پلیسی های از اینا چی خواد بود. به نظر من، به باور من، پاکستان یکی از برنامه‌هایش می خواد بود که با کمک کردن رهایی و آوردن طالبا و آماده کردنشان به میز گفتگو و مذاکره یک صدمه بسیار کلان به انتخابات افغانستان بزنند. یعنی بین اونا بحث حکومت موقت مطرح میشه، آیا طالبان آمادگی به حکومت موقت خواهند داشت نخواهد داشت، طرحی که آماده میشه از طرف سیاسیون افغانستان، طرحی که آماده میشه از طرف حکومت افغانستان، این باید در اساس طالبان قرار بگیره، طالبان اینو خواهند پذیرفت یعنی نخواهند پذیرفت. وضعیت بسیار اساس شده دقیقا. ولی سوال مهمی است که حکومت افغانستان جمعی از نهادهایی که در این بخش هم روش کار میکنه ظرفیت مدیریت این شرایط اساس و مهم دارن یا خیر؟ حالا ما پیشنهاد می است که ما در مطابقت به قانون اساسی، در مطابقت به برنامه هایی که حکومت وحدت ملی بر خود تعریف کرد، در سایه و در روشنایی این قوانین پیش بریم. اگر انتخابات ریاست جمهوری ما برگزار بکنیم، بحثش داشته باشیم. اگر انتخابات پارلمانی ما نتیجهش بیرون بکنیم، اگر گفتگوها و بحث‌های سازنده در رابطه با صلح داریم ادامه بدیم، اگر جنگ میکنیم باید به جنگ خود ادامه بدیم. همه اینا مواردی است که ما داشتیم. ولی بحث صلح باز چی میشه؟ ما میخوایم بگیم صلح هم اجل بدیم که تا که طالبان
دست از جنگ بردارن و بگوین ما در مرحله هستیم که آماده گفتگو هستیم و اولین اقدام بر گفتگو و پیش شرط بر گفتگو قطع جنگ باید باشه و قطع حملات انتحاری باید باشه. بعد از بریم در یک فضای مسئول در یک محیط آرام و با گفتگو و مذاکره بپردازیم که اگر باز تعدیل قانون اساسی خواستن، اگر به طبیق انداختن انتخابات بود، یک نمونه های خوب به خاطر آرامش و به خاطر ثبات امنیت در افغانستان به میان بیاد در یک وضعیت ناروشن، در یک وضعیت که هیچ کس نمیدانه، حتی خود آقای خلیزاد نمیدانه که در این مملکت چی میگذره، چی تصمیم هایی گرفته میشه، چگونه آدم میتونه به صلح امیدوار باشه. سپاسگزارم آقای رفعت. حالا یک طرف بسیار مهم بحث، یعنی در کنار افغانستان و پاکستان و امریکا و کشورهای دیگه منطقه، خود گروه طالباست. یعنی می گروه با شرکت در نشست روسیه و همچنان دیدارهایی که با نمایندگان امریکا داشتن، همون تضمینی را که آقای بلوچزاده در مورد صحبت میکنه که بر اساس همون گامای بعدی سال برداشته شود، اینا تا حال اعتماد سازی کردن؟ یعنی موقف طالبان چگونه بوده؟ به نظر من طالبان طرف اصلی نیستن و طرف مهم هم نیستن. طرف مهم حالا این است که ایالات متحده آمریکا و بازیگران منطقوی ماست، قطعا اینها هست. اگر اینا به توافقی برسند، بعد طرف دیگر مهم بعد از اینا دولت های افغانستان و پاکستان است. اگر اینا به توافق برسند، آنگاه است که میگیم پشت طالبان خالی میشه. وقتی پشت طالبان خالی بشه، کدام طالبان؟ همان طالبانی که در واقع ابزار هستند در دست بازیگران، بازیگران منطقه و فرامنطقه. بله، تا همین لحظه، تا همینجا که کار شده آقای رفعت، در مورد اینمی تعریف طالبا چی رو رسانده؟ بله. در حالی که این گروه در بخش های اشاره میکنه که مستقل است، اما همواره انتقاد شدن که اینا وابسته هستن به کشورهای دیگه. بله. ببینید، طالبان حالا طرف با اهمیت هستن. حالا میگوییم چرا؟ چون اینا پشتگرم هستند به بازیگران فرامنطقوی و منطقوی. حالا اگر بازیگران فرامنطقوی و منطقوی اراده قطعی بگیرند که این پروژه را تمام کنند، در آن صورت طالبان هیچ پشتگرمی نخواهند داشت، پشتشان خالی میشه. وقتی پشتشان خالی بشه، به یک جریان فاقد توانایی نظامی تبدیل میشه. یعنی شما تاکید دارین که از طالب کرده با امی طالب باید صحبت شود؟ این ببینید، با طالب کنونی نی، اول بگذارین که امریکا با کشورهای منطقه به توافق برسه و باید برسه. شاید امریکا هم احساس کرده که این بازی رو زیاد پیش برده نمیتونه، ناچار است که در مورد مهار تروریسم در افغانستان کشورهای منطقه رو سهیم بکنه. شاید امریکا آقای خلیزاد احتمال داره به روسیه سفر کنه، ناظر بر همین مسئله باشه که امریکا یا دریافتن که شاید به توانایی نمیتونن این پروژه رو پیش بره. حالا اگر مسئله خارجی افغانستان که با صلح افغانستان در پیوند است حل بشه، طالبان به یک جریان فاقد ماهیت تبدیل میشن. این را عرض کنید که بحث طالب هر دو ابزار است. همان گونه که مجاهد و جهاد در افغانستان ابزار بود، در واقع مسئله جهاد هم زمانی امریکایی ها و بعضی کشورهای منطقه و عربی که منفعت مشترک داشتن، این رو برجسته سازی کردن، بیشتر از اندازه این رو بزرگ کردن و به خورد ما دادن و ما رو اخفال کرده بودن. حالا هم همون قضیه است. تا می لحظه ببینید، از طالب گرفته تا همون حامی هایش، یعنی نشانه رو از خود نشان دادن که اعتماد شد و روند صلح با اینا به پیش بره و مردم و حکومت امیدوار باشن که این روند نتیجه میتونه. طالبان صلح نمی کنن. طالبان چرا صلح کنن؟ طالبان مثل مجاهدان سابق هستند. تا وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و عرب از مجاهدان حمایت میکرد، آنها حاضر نبودند که تن به صلح بدن، اما وقتی پشت سرشان خالی شد، به یک بارگی آمدن به دامن صلح افتادن. آقای رفعت، آقای بلوچزاده، پس از چنین یک اوضاعی، همین مسیر یا رای را که روان از حکومت افغانستان و همچنان امیدواری را که برای مردم ایجاد شده، همین به کجا خواهد منتهی شد؟ شما چی دلیل دارید؟ ما باورم است که امیدوار تامین صلح باثبات و عادلانه در افغانستان باشه. مبارزه کردیم، کار میکنیم، در این راستا صحبت میکنیم، بس میکنیم، اما شیوه‌ای که آغاز شده دقیقاً شیوه نادرست است. شیوه‌ای است که بیشتر همه فکر میکنن و یک امیدواری ایجاد شده، امیدواری کاذب است. من نمیفهمم که چطور میتونه یک شخص داشت با داشتن یک حمایت
کشور خودش مثل ایالات متحده آمریکا بدون اینکه بدانه که روسیه باز رقابتش با اینا چگونه است، پاکستان چه امتیازات را از اینا میخواهد، ایران از اینا چه امتیازات را میخواهد. از یک طرف بالای ایران تظاهرات وضع میشه، از یک طرف بالای پاکستان تظاهرات وضع میشه، از یک طرف بالای روسیه تظاهرات وضع میشه، در هر سه همسایه کشور افغانستان است. بعد چطور میتونن که این روش و در یک جای دیگه بین مثل افغانستان نایجما داشته باشن و دید مشترک و دید دوستانه داشته باشن؟ شاید نیز بی باشه، اما به شکل مطلق اونجوری که ما باور دارم جز یک بازی، جز یک تاکتیک به خاطر مشروعیت بخشی و جز به خاطر مشروعیت بخشیدن به کاهش سربازایشان چیز دیگر نخواهد. ولی آقای بلوچستان در داخل خود افغانستان و با توجه به بحث بین الافغانی، ایجاد این هیئت ملی گفتگوی صلح میتونه که سازنده باشه و همین هماهنگی را بیشتر بسازه در داخل کشور. خب این هیئت ساخته میشه به این خاطر نیست که بیاین طالبا بیان. اینا میگن ما با طالبا بحث میکنیم، میگن قانون اساسی را میپذیریم، میگن نه. خب میگه بحث است اینجا، میگه پارلمان ما الغا میکنیم، میگن نه. میگه چهار تا وزارت برای میت، میگن نه. میگه ولایت ها را برای میت، میگن نه. پس کجا از این تفاهم میشه، کجا از این صحبت میشه؟ یک جای اول که خواسته معلوم شه که طالبان چی میخوان که روی یک خواسته بین مذاکره صورت بگیره. اون خواست طرف هیچ معلوم نیست، عملا در میدان جنگ است، میجنگه در حمایت با همون کشور پاکستان و ایران و روسیه، عملا در میدان جنگ است. این خواست نداره، این مطالبه نداره. بعضش همیست که ما امارات میخوایم، بعضش همیست که امریکا از افغانستان بیرون شود، بعضش همیست که با چنین گروه با همین خواستا و این اهدافش با همین شیوه به صلح خواهیم رسید یا خیر کوتاه؟ شما توجه بکنین که یعنی همین اختلاف حل شدنی است؟ من فکر نکنم نشست های چند جانبه را قبل از آمدن آقای خلیزاد وزارت خارجه ما و شما، نهادهای مرتبط به صلح افغانستان با کشورهای بیرونی داشتن، به نتیجه نرسیدیم. حالا که درست است که امریکا یک بازیگر کلان است در منطقه، ما رقابت ها را هم در نظر بگیریم، اما مشکلات ها را هم در نظر بگیریم، اونها نمیتونن به یک شبه و به در فضای امن بیان یک مرتبه همه دار و ندار افغانستان را تسلیم طالبان بکنن و طالبان هم واقعی رفت سکوتا بگوین. در حالی که اگر این هیئت ملی گفتگوی صلح ایجاد شوه و همزمان شورای عالی صلح هم باشه، نتیجه کاری میدونه چی میباشه؟ خب حکومت میتونه که برای خود یک گروه مشورتی درست کنه، اما از متخصصانی که جامعه شناس، سیاست شناس باشند، اما نه از مشاوران از ترکیب گروه های سیاسی جهادی که به هر حال از دانایی سیاسی لازم بهره ور نیستند. سپاسگزار است آقای احمد ضیاء رفعت، منتقد سیاسی و آقای اجمل بلوچزاده، آقای سیاسی، از حضور شما در این بحث. با پایان فراخبر، وقت بخیر، خدا نگهدار. مشعل اصلی یا مجسمه آزادی آمریکا که 34 سال پیش بعد از حدود یک قرن و یک مشعل جدید تعویض شده بود و تکه اصلی آن بعد از ترمیم و تمیزکاری سر جای خودش قرار گرفت، اما بعد از مدت کارشناسان متوجه شدند که مشعل اولیه به شدت آسیب دیده و نمی شود مجددا از آن استفاده کرد. بنابراین تصمیم گرفته شد تا به موزیم انتقال داده شود. این مشعل که 1633 کیلوگرم وزن دارد، با آرامی و با دقت زیاد به محل موزیم که در حدود 100 متری از مجسمه قرار دارد کشیده شد. موزیم لبرت که خانه جدید این مشعل می باشد، در جریان انتقال آن به این محل مسئول جابجایی این مجسمه گفت که برداشتن آن بسیار ترسناک بوده و از بزرگترین داربست‌هایی که تا به حال ساخته نشده است برای این جابجایی کار گرفته شده. مجسمه آزادی که تحفه فرانسوی ها به امریکا است، در سال 1886 در بندر نیویورک نصب شد و بنابر تصمیم مسئولان این مشعل به همراه یک مدل قالب‌گیری شده از چهره مجسمه به موزیم انتقال شد.